هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در حال حاضر در ولسوالی آقچه ولایتی جوزجان قرار داریم. گزارش داریم از دستاوردها و پیشرفتهایی که در این ولسوالی صورت گرفته خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم تا پایان گزارش با ما همراه باشید. بله هموطنان عزیز، ولسوالی آقچه یکی از ولسوالی های دگانه ولایت جوزجان است که در فاصله 55 کیلومتری شمال شرق شهر شبرغان موقعیت دارد. باشندگان این ولسوالی مصروف مالداری، زراعت و صنعت قالین بافی می باشند که قالین های مرغوب و نفیس دست باف آن از شهرت جهانی و خربوزه آن از شهرت خوبی برخوردار است. پس از پیروزی امارت اسلامی، صلح پایدار و امنیت مطمئن به وسیله مجاهدین امارت اسلامی در این ولسوالی تامین بوده و مردم آن در فضای صلح و برادری زندگی می نمایند. باشندگان ولسوالی آقچه از نیروهای امنیتی و مقامات محلی که شب و روز به خاطر رفاه و آسوده حالی مردم تلاش می نمایند قدردانی نموده، از همکاری هایشان با مجاهدین و حکومت محلی در قسمت تامین امنیت و بهبود شرایط زندگی و تطبیق پروژه های عام المنفعه اطمینان می دهند. باشندگان ولسوالی آقچه ضمن آنکه از کارکردهای مسئولین آقچه در تطبیق پروژه ها پاکی و صفایی شهر خرسند هستند، اما خواهان تلاش های بیشتر مسئولین در قسمت رفع مشکلاتشان از ناحیه کمبودی آب زراعتی، آب آشامیدنی صحی و برق می باشند. تشکر برادر عزیز که با ما فرصت گذاشتید. میشه در نخست خود را معرفی کنید ببینید نایم زنده باشین. من امین شاه هستم از ولسوالی آقچه ولایت جوزجان. میشه در رابطه با تامین امنیت بگوین در ولسوالی آقچه که چگونه است؟ آیا تامین امنیت بهتر شده نسبت به زمان گذشته یا خیر؟ شکر الحمدلله حالی که امنیت است، کلگی آرام آرامی انشاءالله زندگی میکنه، دکانا شب روز پال است، مردم امارات اسلامی، قماندان امنیه ولسوال اینا در خدمت مردم است، شکر کلگی حالی که راضی هستن. در قسمت گزمه های شبانه بگوین، آیا نیروهای امنیتی گزمه های شبانه و چک پوینت ها در شهر است یا خیر؟ شبانه و روزانه است، شبام چک پوینت ها است، مردم ها میبینن، موترها را تلاشی میکنن، موترسکیل ها را استاد میکنن، سعی میکنن، خوب است شکر آله. در رابطه با کارکردهای شهرداری آقچه بگوین که کارکردهای شهرداری آقچه از نظر شما چگونه است؟ کارکردهای شهرداری آقچه ای است که مردم متدین ولسوالی آقچه همی دکانه را که چپه کردم شهروالی دکانه های نو ساختن برشان، خوب است، ما خوشحال هستیم، دکانه را چپه میکنن، نو میکنن شهر را، خوب اساس دیزاین میته، شهر را جور میکنن، ما خوش هستیم. و باعث یک شهروند چی خواهش دارین؟ درخواستون چی است؟ درخواست ما ای است همی دریای آمی و خوش دفعه و خیر از همینجا تیر میشه، از کل مردم خوشحال است، صغیر کبیر دعای از ای است که انشاءالله ای دریا تیر شد و مردم بهرمند شد. میشه در رابطه با تامین امنیت در ولسوالی آقچه بگوین بعد از پیروزی امارت اسلامی در افغانستان، تامین امنیت چگونه است در این ولسوالی؟ الحمدلله تامین امنیت بسیار خوب است، قتل خلاص است، دوزخ خلاص است، فضل خداوند، مقصد آرام آرامی است. الحمدلله روزی که امارت آمده دروازه های مردم باز است، هیچ کدام مشکل پیش نامده. در قسمت همکاری مردم با نیروهای امنیتی، چقدر مردم با نیروهای امنیتی خود همکار هستند؟ بالکل خوب است. مردم اگر کسی که آرامی را میخواهد، کسی که آرامی را میخواهد، او خودش با نیروهای امنیتی خود از همکار میشه. اگر بفهمه که در یک کوچه یک آدم خدای نخواسته خطرناک است، یا خدای نخواسته یک شهر، یک جای، یک اشتخیز به جای میشه، ضمن متقب فقط لمبرای تلفن قماندان امنیه از رئیس های امنیت ملی یا کلش پیش مردم هستن، همون دقیق زنگ زدن همون دقیق بخند نجات پیدا نمی کنه دیگه. در قسمت پروژه هایی که در ولسوالی آقچه تطبیق شده، بله، چقدر رضایت دارین قسمت تطبیق این پروژه ها؟ فعالیت های موثر داشته یا خیر؟ یا کوشش خود کدر آیستن که کوشش میکنن که باید آب بازسازی شود در ولسوالی آقچه، این حال این قلمنده مارکت است، امیرم فضل خدا بسیار با سیستم بالا جور کدر آیستن، مردم هم رضایت داره. مشکلات باشنده ولسوالی آقچه، مشکلات عمده شان چی است؟ مشکلات عمده از یا باشنده آقچه یکی خو آواز، دومی دیگه که برق است، این دو چیز که در اینجا باشه عالم گلستان است. و یکی دیگه ما از مقام های بالا همی را خواهش میکنیم که شما خدا کنه که صدای ما را از تلویزیون این ملی بشنون، این همی گاز ما را کوشش کنن که گاز بیارن. من محمد اعظم نظری هستم، یک تن از خیاطان ولسوالی آقچه. ما تقریبا 30 نفر از کار میکنیم اینجا، 5 خلیفه کار هستن و
متوقعشان شاگرد هستم به خاطر آموختن میان کاروار ما شکر خوب است روزانه بیکار نیستیم تقریبا 30 نفر که هستیم اگر بسون در صورتی که بیکار موندیم پس کارهای دیگه میکنیم که به خاطر واسکا جور کرده میمونیم در فصل های سرید است این بس فصل ها باز مفروشه بودن در رابطه به تامین امنیت در ولسوالی آقچه بگوییم که تامین امنیت از نظر شما چگونه است؟ تامین امنیت بسیار خوب است نسبت به قبل خیلی خوب هستند شب روز آرام آرامی است و شب روز هم بگردیم بسیار آرام است در تقدر قضیش که بینیست فیلن شکر در رابطه به همکاری مردم با نیروهای امارات اسلامی بگوییم که چقدر مردم همکار است و خصوصا خودتون چقدر با نیروها همکار است؟ با نیروها خیلی همکاری میکنیم بخاطر تامین امنیت با همشون احترام میگذاریم در چک پایین دوک استاد میشن بسیار زحمت میکشن رعایت هم امرایشون همکاری میکنن پروژه که شهرداری تطبیق کرده ما خوش هستیم که سرکای فرعی را تقریبا با کمک همکاری شهرداری از اون خود دکاندارا جمع کرده و کوچه فرعی را کنکریت ریزی کردن و دیگه که بعد حکومت توجه نداره به شهر ما که سرکای ما خراب است برق نداریم نکی بیاوی است خصوصا سرکای ما خوب بسیار خراب است محمد اکبر هستم یک تن از شیریخ فروش های ولسوالی آقچه بشه در رابطه به شیریخ بازی بگویید که روزانه چند لیتر شیر شما مصرف میکنید تقریبا روزانه بر ما 300 لیتر شیر خام میاد بعد از پخته شدن او 140 لیتر تقریبا میشه روزانه همین کلش مصرف میشه چند تا شیریخ شما آماده میکنید هر قسم که فرمایش های مشتری های بر ما باشه همه قسم برشان آماده می سازیم تقریبا از هر میوه بخوایم برشان آماده می شیم کدام نوع است اگر معلومات بده مثلا از آلو است عام است کیله است خب مثلا یا که از تربوز و خربوزه حتی از همه کشان می شیم حتی از نوشابه برشان هم امکان داره که جور کنیم بعد از آمدن امارت سبقه طرف های 6 بجه ما دکان آواز می کنیم تا الا طرف های 11 و 12 شبه امنیت نام خدا بسیار خوب است مردم شب و روز میگردن کسی در کسی کار ندارن ما همیشه همکاری امرویشان کردیم و از این بعد هم امرویشان همکاری میکنیم از هر لحاظ باشه ما امرویشان هستیم چون اینا بر ما شب و روز خدمت میکنن ما امرویشان هستیم تگانا مشکلاتی که فعلا آقچه جریان داره نبود آب و نبود کمبودی برق است برق ها این روزا بسیار ضعیف است و آب حداقل هیچ ندارن مردم قریه‌جات بسیار با مشکل هستند مردم شهر بسیار با مشکل هستند به خاطر کمبودی آب هستند مولوی اسدالله غزنفر رحمانی ولسوالی آقچه از تامین امنیت مطمئن جان و مال مردم اطمینان داده میگوید مجاهدین امارت اسلامی شب و روز در تامین امنیت مطمئن تلاش نموده که در این راستا همکاری مردم قابل قدر است ولسوالی آقچه مشکلات مردم را از ناحیه کمبودی آب زراعتی، آب آشامیدنی صحی و برق تایید نموده می گوید تلاش ها در رفع این مشکلات جریان دارد. ولسوالی آقچه از جمله ولسوالی های درجه اول در سطح ولایت جوزجان بوده. تماما ادارات آن فعال و همه روزه برای مردم شریف ولسوالی خدمات عرضه می گردد. به فضل خداوند متعال بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان تا اکنون امنیت در سطح تماما قریجات و نواحی شهر ولسوالی آقچه تامین بوده مردم ولسوالی آقچه در یک فضای صلح و امنیت کار و زندگی می نماید مردم ولسوالی از کار تماما ادارات و مقامهای ولسوالی کاملا راضی بوده تماما قریه داران رؤسای شوراهای امستگی و کلانتران گذرهای شهر آقچه همکاری نزدیک به مقام ولسوالی آقچه می باشند بعد از به میان آمدن امارت اسلامی افغانستان پروژه های زیل در سطح ولسوالی آقچه اول حفره دو حلقه شای عمیقی در قریه بتکوت از بکیه و کمک عمرخان دو حفره یک یک حلقه شا عمیقی در مکتب ابتدایی شهر مهاجرین سی حفره دو حلقه شا عمیقی در مکاتب قریه بشارق قرباین چار جغل اندازی سرک شهرک مهاجرین به طول 3.32 کیلومتر با امار 5.15 با پلچک پنج جغل اندازی سرک قریه بتکوت ازبکیه به طور 1.333 کیلومتر و شش امار دو با مکاتب ابتدایی در قریه خانق عربیه و علنگ
همچنان بعد از پیروزی مرد اسلامی افغانستان تاکنون توزیع مواد غذایی پول نقد به مردم مستحق قرارداد و شهر ولسوالی آمریت شفاخانه آقچه دارای 50 بستر فعال بوده، تماما دکتران و پرسنل شفاخانه طور 24 ساعته در خدمت مردم ولسوالی قرار داشته و مریضان خدمات صحی عرضه می دارند. همچنان مریضان ولسوالی های همجوار نیز در این شفاخانه مراجعه نموده تداوی می گردند. در بخش معارف، آمریت معارف ولسوالی آقچه دارای 44 مکاتب بوده، همچنان یک باب مدرسه دینی دولتی و 32 مدرسه خصوصی فعال بوده. تماما استادان مکاتب و مدارس دینی در تعلیم تربیه اولاد مردم سعی و تلاش می نمایند. آقچه یک شهر صنعتی و تجارتی بوده، قالین، کلم، نمد و پست قرقلی تولیدات این ولسوالی بوده. قالین آقچه نه تنها در داخل کشور بلکه شهرت جهانی دارد. در شرکت های قالین بافی شهر آقچه شستشو قایچی و تماما کارهای قالین در خود آقچه صورت گرفته، بعد از تکمیل تمام کار به خارج کشور صادر می گردد. مشکلات ولسوالی آقچه کمبود برق، آب آشامیدنی و نبود کار به مردم و زراعتی. باید یادآور شد در سال جاری از اثر خشکسالی تماما حاصلات دهقین سوخته و هم مواشی مالداران تلف گردیده. در سالهای قبل موازی دا جریب زمین در سی سرکه آقچه به خاطر احداث سبستیشن بر خریداری گردیده. تاکنون سبستیشن متذکره فعال نگردیده. در قسمت احداث آن متوجه مقامات موفق را خواهانیم. الحمدلله مردم از امارت اسلامی راضی هستند. همکاریشان همه روزه و تماما روز شب همکاری میکنند و هم امارت اسلامی مسئولینش به مردم ضرورتایشان میرسانند. مشکل نیست الحمدلله. در این حال مولوی ذکرالله زاکر شاروال شهر آقچه از پروژه هایی که در سال 1401 تطبیق گردیده و پروژه هایی که قرار است در سال 1402 تطبیق گردد یادآوری نموده، اطمینان می دهد که جهت بلند بردن عواید شاروالی و ارائه خدمات شهری برای باشندگان شهر آقچه از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی ورزد. عواید 1401 ما مردم بیشتر از 39 میلیون جمع‌آوری شدن. ایرا به خاطر ام پروژه ها، به خاطر ام روغنیات و به خاطر چه معاشات ام مدیرا و افراد تنظیما از خود ام ریاست پرداخت میشه. و در سال 1402 چقدر پیش بینی شده جمع‌آوری عواید؟ خب بیشتر از 249 میلیون افغانی پیش بینی شده. عواید ما مردم در اینجا دکانا در شهروالی الحمدلله خیلی زیاد دکان داریم، خو غرفه داریم، دیگه واگذاری است در اونا جمع‌آوری میشه. پروژه های انکشافی که در سال 1401 قرارداد گردیده است، قرارداد دکا که این سمت جنوبی مندیو قلعه که دارای 30 طبقه به طور پخته و اساسی قرارداد گردیده است که تا فعلا کار آن جریان دارد. پروژه هایی که پلان پیشبینی ما مردم در سال 1402 کار می شود، اعمار دکاکین سمت شمال و سمت غربی مندیو قلعه که دارای 30 طبقه بوده به تعداد 271 باب دکان می باشد، به طور اساسی و پخته اعمار می گردد. تخریب و اعمار یک گنبد حمام به طور اساسی، کانکریت ریزی رسته جنگلارق، اعمار یک دربند مسلخ به قصاب ها، تکمیل نمودن کار باقی مانده هتل شهرداری. این را در بودجه گرفتیم،
این تصمیم داریم که خود سال 1402 این انشالله در کار بگیریم کلش. قابل ذکر است که دهاقین و مالداران این ولسوالی در پی سرمایه شدید سال گذشته و خوشسالی های پی هم متضرر گردیده و خواهان همکاری امارت اسلامی و مؤسسات مددرسان می باشند. هموطنان عزیز، این بود گزارش ما از ولسوالی آقچه ولایت جوزجان که خدمتتان تقدیم کردیم. تا تقدیم گزارش های بعدی، هر یک شما را به خداوند یکتا می سپاریم. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.